درود بر شما بینندگان گرامی، ما یه برنامه دیگه از سری برنامه های ناگفته های تاریخ در کنار شما هستیم. برنامه که امروز برای شما آماده کردیم درباره آلونک نشینی یا حاشیه نشینی هستش، یا اینکه چرا این حاشیه نشینی یا آلونک نشینی در کشورمون اتفاق افتاد، یا اینکه از چه زمانی آلونک نشینی شروع شد، اینکه این پدیده یا این مشکل یا این نوع زندگی برای چه و از چه زمانی در جامعه ما رونق گرفت. آلونک نشینی کلمه ایست که به جای اون حاشیه نشینی، زاغ نشینی یا محله های تهیدست نشین، بدون اینکه مجوزی برای ساخت و ساز این خانه ها داشته باشند یا استانداردهای قانونی رعایت شده باشه می ساختند و روش نمی کردند. امکانات و تجهیزات رفاهی مثل آب، برق، فاضلاب و سایر خدمات شهری محروم بودند. حاشیه نشینا چه کسایی بودند؟ حاشیه نشین ها کسایی بودند که در فضای بیرون از زندگی اقتصادی و اجتماعی شهرها زندگی می کردند و در نظام اجتماعی شهرها ادغام نمی شدند، یا اینکه این کسایی که در شهر زندگی می کردند اونا را به عنوان شهروند رسمی نمی شناختند یا نمی پذیرفتند، یا لااقل خود حاشیه نشین ها این تصویر را از زندگی خودشون داشتن. حاشیه نشین ها جمعیت گسترده ای از روستاییان و عشایری بودند که به امید کار و زندگی بهتر به شهرها اومده بودند و در حاشیه شهرها، جایی که کمترین امکانات زندگی بود، جمع شده بودند و با کمترین امکانات به زندگی را میگذروندند. شکلگیری زاغ نشینی یا حاشیه نشینی در ایران مزلی نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشه، بلکه ریشه در سالهای خیلی دور تاریخ کشورمون داره. پس از پایان اصلاحات ارضی ابتدای دهه 40 و برهم خوردن نظام زراعتی، سیلی از روستاییان به سمت شهرها اومدن که بیشتر اینها کسایی بودن که روستاییان خوشنشینی بودن که در روستاها زمینی گیرشان نیامده بود و برای زندگی بهتر به سمت شهرها سرازیر شده بودند. که عمده مقصد این افراد فقیر ابر شهر تهران بود، شهری درندش که کسی کسی را نمیشناخت، چنان گسترده و وسیع بود که در هر دره و کوه و کمرش میتونستن یک آلونک یا زاغه برای خودشون بسازند و زندگی بکنند. در ایران بعد از وقوع اصلاحات ارضی در دوره شاه این پدیده بیشتر خودشون نشون داد. البته نه اینکه قبلا وجود نداشت. چرا؟ قبلا هم به تعداد خیلی کمی از کسایی بودند که در حاشیه شهرها زندگی می‌کردند. ولی بعد از اصلاحات ارضی این تعداد واقعا سرسام‌آور شده. در یک بررسی گسترده ای که در سال 1351 در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انجام شد، مشخص شد که 91% سرپرست خانواده هایی که در حاشیه شهر زندگی می کنند روستایی بودند، و در یک آمار دیگر نشون دادند که 72% از این افراد قبلا دهقان بودند. همچنین یافته های پژوهشی مشابه در سال 1354 نشون داد که 62% از حاشیه نشینان تهران کارگران ساده، 12% کارگران نیمه ماهر و 14% کارگران ماهر و مابقی افراد بیکار بودند. این موارد تا حدودی نشانگر ابعاد حاشیه نشینی در ایران پیش از انقلاب بود. در اون سالها به دلیل اصلاحات ارضی، همچنین عدم کارایی اقتصاد کشاورزی در روستاها، موج مهاجرت گسترده به سمت شهرها را باعث شد.
عمده این مهاجران در زاغه ها و گود های جنوب شهر یا جنوب تهران سکنا گزیده بودند. حالا چرا این اتفاق می افتاد؟ به خاطر اینکه در این قسمت از شهر زندگی ارزان و کم خرجی بود، همین که کسی به کارشان کاری نداشت. این گروه از مردم امکانات خیلی ابتدایی که شاید به اندازه حتی امکانات روستایشان هم نبود راضی بودند که لقمه نان گیرشون بیاد و بخورند و زندگی بکنند. در جنوب تهران گودهایی بود مثل گود معصومی، گود عربها و دیگر گودهایی که در خیابان غار وجود داشت. در قسمت جنوب نیز گودالهایی بود که بعدنها به صورت مسکونی در اومد. حالا گودالها چی بودن؟ اصلا چرا به وجود اومده بودن؟ گودالها قطع زمینی بودن که چندین متر از سطح خیابونی که مردم عادی توش زندگی می کردن پایین تر بودن. مساحت اونها به تفاوت میان 2000 تا 40000 متر می رسید. حالا گودالها چرا اصلا به وجود اومده بودن؟ در اون قسمت از شهر، در قبل از اینکه اصلا مردم دون قسمت ها بشینن، کارخونه های آجر، کوره های آجرپزی یا اینکه شرکت های شنوماسه بود که از زمین روست اون قسمت یا اینکه شنوماسه اون قسمت رو برمی داشتن و استفاده می کردن و به مرور زمان گودال ایجاد می شد که این گودال ها بعداً توسط این صاحبانی که زمین ها مال اونا بوده به صورت قطعه کوچکتر تقسیم می شدن و فروخته می شدن به اشخاص متفاوت. و وقتی از دره که به از سمت خیابون دره که به این گودال ها منتهی می شد نگاه می کردی، یک دره بود و وصل می شد به این گودال ها که بالاش یه جاهایی مثل قوطی های مستطیل و مربع بود که اینا سقف خونه های کسایی بود که اونجا زندگی می کردن و خیابوناش یا کوچه هاش کثیف و گلالود که تو تابستون چنان دم می کرد که زندگی در این قسمت غیر ممکن می شد و مساحت خونه ها کوچیک در حد خونه های 3-4 متری بود که در اون قسمت حتی خانواده ها به تعداد زیادی از خانواده ها در اون قسمت ها زندگی می کردن. یعنی در یک اتاق ممکن بود حتی چند نفر زندگی کنن، یا بعضی از جاهایی بود که خونه هایی بودن که وسطشون حیاط بود که دور تا دورش اتاق بود و این اشخاص اونجا زندگی میکردن، ممکن بود که مثلا 10-12 تا خانوار اونجا زندگی میکردن. مردمی که توی این گودال ها زندگی میکردن یا گود ها زندگی میکردن، ساعت شبانه روز را درود بر شما خانم فرخنده آشنا از دوستان خیلی خوب و فعالین کارگر و زندانی سیاسی دهه 60. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. منم سلام دارم خدمت شما و همچنین عزیزانی که در روم هستن و خوشحالم. خیلی ممنون. مرسی. بیشتر اشخاصی که در این گودال ها زندگی می کردن ساعت روز را برای پیدا کردن روزی به شهرها می رفتن و تعدادی از اینا اصلا بیکار بودن، توی شهرها می چرخیدن تا بتونن یه کاری یا اینکه تو اون قسمت بازار باری گیرشون بیاد که زندگیشون بگذره و خیلی هاشون هم بیکار بودن و سطح سواد یا معلوماتی که بچه ها می تونستن، امکاناتی که بچه ها می تونستن استفاده کنن خیلی پایین بود، پستش حتی الانش هم. مثلا آخرین آماری که دادن فقط 8% از بچه هایی که تو این گودال ها زندگی می کنن، اونم فقط هر بچه ها سطح سوادشون در حد مدرسه دارن و بسیاری از بچه هایی که حتی زیر 7 سال هستن یا حتی بچه های 7 ساله که تو این گودال ها زندگی می کنن در کارخونه های شیشه سازی یا بلور سازی به کار گرفته می شن. حتی کارخونه های آجرپزی هم این بچه ها کار می کنن. یا حتی شاید از بچه هایی که ما هر روز توی خیابون میبینیم، بچه هایی که کل حافظ میپوشن، بچه هایی که دستمال کاغذی های کوچیک دستشون میپوشن، خیلی از اینا بچه هایی هستن که شبها به همون گودال هایی که زندگی خیلی ساده و ابتدایی هست برمیگردن و زندگی میکنن.
و امروز در کنار ما خانم آشنا از دوستانی که خیلی نازنین و دوست داشتنی هستن و ما میخوایم از صحبتهای ایشون در مورد خودشون، زندگیشون و اتفاقهای خوب و بدی که برایشون در زندگی اتفاق افتاده بشنویم و از وجودشون لذت ببریم. خانم آشنا، ابتدا اگه در مورد خودتون مایل هستین یه خلاصه بگین که ما بریم سر سوالها یا چیزای دیگه که معذرت می‌خوام. بله، من در واقع توی یکی از همین حاشیه‌های جنوب شهر که الان اسمش هست شادآباد، اونجا بزرگ شدم و زندگی کردم. اون زمانی که من اونجا زندگی می کردم، در واقع بعد از یک سال بعد از اصلاحات ارضی بود که ما از روستا مهاجرت کردیم اونجا. من اصلا روستا رو یادم نمیاد و شروع به زندگی من از همون محله بوده. ما بعد از اون اصلاحاتی که رژیم شاه، اصلاحات برحال کنترل شده رژیم شاه بود، ما از روستا به این حاشیه ها مهاجرت کردیم و یک جایی در جنوب شرقی باید باشه توی شادآباد که اونجا آلونکا به پا بود، یعنی از طرف غرب می اومدن اونجا، از طرف قزوین و آذربایجان و کرمانشاه و اینجاها می اومدن و اونجا اون آلونکا رو برپا میکردن و اونجا در واقع نزدیک یک معدن شنوماسه بود که رود کن از اونجا میگذشت و اونجا خب پدرای ما آدمای بعض آموزش دیده فنی که نبودن، کارگرای کشاورز بودن، یعنی در واقع در نتیجه کاری هم که اونجا بود در رابطه با شنوماسه یه کار یدی بودش و اینها اون کار رو انجام میدادن و زمانی بود که این شنوماسه ها برای ساخت و سازهای انبوه در تهران استفاده میشد. ما اونجاها زندگی میکردیم و واقعا نمیدونم، حالا آلونک یه جوریه ولی یه بیغولای وحشتناکی بود که ما هیچ گونه واقعا امکاناتی نداشتیم. یعنی این آلونک ها رو از یک حلبی های روغن نباتی و یک چیزای اثباتی که میتونستیم برپا بکنیم، اون آلونک ها رو اونجوری درست میکردیم و توش میموندیم. به هر حال اون شرایط اینجوری بود که خب اون دوره بود که کارخونه ها را افتاده بود و ساختمان های بزرگ و اینا، دور تا دور محله شادآباد رو همین کارخونه ها گرفته بودن و شادآباد قبلن ها یک شهری بود، یک روستایی بوده که توش کشت و زر می کردن، یک باغای پر درخت و چنارهای قدیمی داشته و همینطور میوه و توت و شاتوت و سبزیجات خیلی معروفی رو اونجا می کاشتن که اون زمان چون از این شاهزاده های قاجار اینا میمدن اونجا برای تفریح و این چیزها، اسم اونجا اون موقع این بود که شاه آباد بود که بعدها چند تا اسم عوض کرد و به شادآباد در آخرین اسماش موندش. ما خب پدرامون فصلی کار میکردن، کارهای ساختمونی میکردن یا تو کارهای جاده سازی بودن و زمستونها بیکار، زمستونها کار نبود و تو این شرایط واقعا دیگه گرسنگی بچه ها حتمی بود. ولی خب که مادرها هم یه اندوخته های تجربه های کار روستایی و اینا داشتن، سعی می کردن از این باغ هایی که توی یافت‌آباد بود بعد از اینکه میوه هاشو می چیدن، مثلا انگور و گوجه فرنگی و اینجور چیزها، اینا می رفتن و اون تهمونده ها رو جستجو می کردن، جمع می کردن، می آوردن، انگورها رو خشک می کردن، یک کشمش درست می کردن، ذخیره می کردن برای زمستون بچه ها و یا اینکه مثلا گوجه فرنگی رو رب درست می کردن و از این مسائل. یعنی واقعا یه جوری نبود که ما بتونیم بگیم که
تو اون شرایط سیر بودیم، هیچ وقت سیر نبودیم. از بچگی گرسنگی رو میشد فهمید، از اینکه واقعا از گرسنگی آدم نمیتونست بخوابه، یعنی خیلی آرزوها میکرد که حالا مثلا یه شکلاتی داشت، یه چیزای اینجوری. به هر حال توی اون فضا و توی اون شرایط برای مادر پدرها خیلی دشوار بود که هم میرار میکردن هم بچه ها رو تو اون شرایط توی اون آلونک ها رها میکرد. ما هر روزی که از خواب بیدار میشدیم چند تا بچه همسن و سال خودمون از روستا مهاجرت کردن و اونجا اومدن اقوامشون رو پیدا کردن و اونا دارن کمک میکنن که اونا هم آلونک هایی رو برای خودشون بسازن. وضعیت بهداشتی خب میدونید چه وضعیت هولناکی میتونه باشه توی همچین شرایطی. دور تا دور اون کارخونه هایی که دور تا دور اون محله رو گرفته بودن، خب فاضلاباشون رو رها میکردن توی محله. مثلا مثل کارخونه شیرپاریزه، اون موقع شیرا رو و ماستا توی شیشه هایی میفروختن که برای اون شیشه ها گرو نگه می داشتن. ما وقتی شیشه ها رو پس می دادیم اون گرو بهمون می دادن. از این ظرف ها یه بار مصرف و این چیزها نبود. بعد این شیشه ها وقتی بر می گشت کارخونه، این شیشه ها بعد شسته می شد و وقتی این شیشه ها شسته می شد اون فاضلابش اون آب توی محله ما را می افتاد و به خصوص تابستونا خیلی مساعد بود برای خیلی از بیماری ها. خب ما هم که وسیله بازی نداشتیم، ما می رفتیم یه کاغذایی رو درست می کردیم، مثل من یه چیزی مثل قایقی چیزی می انداختیم توی این جویی که این آب می رفت و ما دنبالش می دویدیم و دست می زدیم ور می داشتیم یا با پا می رفتیم توی این فاضلاب و در نتیجه خب تو تابستونا به خصوص زرد زخم واقعا شیو پیدا می کرد و خیلی بچه ها دچار این بیماری پوستی می شدن. حالا اگر واقعا همه اون شرایط رو بخوام بگم که چجوری واقعا اون شرایط زندگی می کردیم، خب خیلی طولانی هستش، ولی اون تو اون شرایط بر حال زنای اون محله، مادرامون برای اینجور چیزها دست جمعی می رفتن اعتراض می کردن. خانم آشنا ببخشید، خانم آشنا اینجا یه سوالی میخوام ازتون بپرسم. میدونید که در همون زمانی که این اتفاقات توی شهر تهران میافتاد، به هر حال حاشیه نشینی یا اون گود نشینی تعدادشون هم کم نبودن. فکر میکنم حالا شما غیر از شادآباد جاهای دیگری هم اطلاع دارین و میشنیدین و اطلاع داشتین که وجود داره. آیا چیزی از اونها هم همون موقع دو اعتراض ها یا اون اتفاق ها شرکت میکردن یا هماهنگی بین کسایی که توی آلونک ها زندگی میکردن؟ مثلا آلونک حالا همون اسمایی که حالا وجود داشته، مثلا قود معصومی با اون یکی قودی که توی غار بوده، آیا اینا با همدیگه هم صحبت میکردن که هماهنگ بکنن اعتراض بکنن؟ نه اینجوری نبود. به خاطر اینکه ببین مثلا اونایی که از طرف غرب می اومدن اون ور تهران، یعنی دور تا دور تهران این حاشیه نشین بودن و معمولا هم اینجوری بودش که یه جورایی همون محله که مثلا اونجوری آلونکا برپا شده بود اونجا هم یه چیزایی بود. مثلا اردبیلیا سعی میکردن نزدیک هم آلونک رس کنن، مثلا یه شهرستان دیگه سعی میکرد پیش هم دیگه، یعنی به خاطر اینکه خب رفت آمد و حمل و نقل اونجور چیزا راحت در اختیارمون نبود. مثلا من یادمه که ما شبا اگر زی مریض میشد واقعا تو محله ماشینی نبود که این مریض رو برسونن، مثلا اگه زایمان بکنه اینا. من یادمه که خیلی مشکلات اینجوری نگران کننده بود و اینا. معمولا مثلا اگه کسایی که پا به ماه بودن، اگر فامیلی داشتن توی یه جایی مثلا نزدیکای بیمارستان یا یه جایی که دسترسی به ماشین بود، سعی میکردن اون یه هفته آخر یا مثلا اون روزهای نزدیک به زایمان رو بتونن برن تو خونه اون اقوامشون بمونن. اینجور کمک ها میکردن به هم دیگه، ولی اون ارتباط
شروع بشه. یه جورایی مثلا یه جایی ممکن بود که آب نداشته باشه، ما ممکن بود که در رابطه با این فاضلابا مشکل داشته باشیم. نه اونجوری هماهنگ نمی‌کردم، ولی واقعا همه جای اینا مبارزه شون سر موضوعات مشترک. بله خواهش میکنم. خانم آشنا، سوالی که میخواستم بپرسم این بود که در همون زمانی که شما فرمودید که اتفاق با چنین شرایطی در تهران بچه ها یا خانواده ها زندگی میکردن که حتی روز به روز همین تهاجم مهاجرت از روستاها به شهرها زیادتر میشد، در همون زمان که آقای نیکبه شهردار تهران بودن ادعا داشتن که تهران یکی از زیباترین پایتخت های دنیاست و خب که همون موقع هم خب خیلی سعی کرده بودن که خب ویترینی بسازن از تهران، که همطوری که میدونیم حالا نه از تهران، از ایران ویترین بسازن، که ما برای جشنهای 2500 ساله در ایران داشتیم و یا چیزایی دیگه، عکسایی که از شاید کاخهای داخل تهران، حتی از اتاقهایی که لباسهای آنچنانی توی کاخها بود نشون میدادن به دنیا و بگن که خب تهران اون چیزی نیست که توی واقعیت ها نشون داده میشه، این چیزیه که ما داریم، دولت داره نشون میده. در مورد چی فکر میکنه شما؟ ببینید خب آره طبیعتا ما وقتی بچه بودیم یه موقع شرایطی پیش میومد که بتونیم بریم شهر، بریم خارج از از اون خارج از محدوده بریم، مثلا میرفتیم بیرون، واقعا اون زرق و برق و اون ویترین ها و اون مغازه های بزرگ اصلا هاج و واج میموندیم. مثلا تو میدون اونجا میدون شاه بهش میگفتن، یا یه چیزی که میدون ولیعصر بعدها شد، اونجا یک ماشین رو گذاشته بودم پر پول و اون مال همین شانس شرکت در این چیزها بودش که مثلا مردم برن از این کارتا بخرن ببینن شانس دارن که این مسیر داشت رومون. میگشتیم به خارج از محدودمون، همونجا که از اتوبوس پیاده میشدیم تلی از زباله ها رو میدیدیم که اونجا تخلیه شده و کوهی از زباله ها که بچه ها تو این زباله ها بازی میکردن و بزرگترها هم سعی میکردن یه چیزایی به درد بخوری برای همون خونه های حلبیشون پیدا بکنن، به عنوان سقف یا به عنوان در یا به عنوان چیزهای اینجوری. نه این جنوب شهر واقعا حاشیه‌ای اصلا یه چیزهای خیلی وقت شهرناکی بود. الان یه بخشی از عکس ها هست به خصوص در رابطه با شادآباد و اون دوره ها. خب خانم جایی که اونا می رفتن، جایی که اونا می دن حتما همونطوری بوده که میگن، هر واقعیت اینه که عمق جامعه یه چیز دیگه ای بود. عمق جامعه واقعا یک فقش فکر میکنم اصلا ما بی بهداشتی و از اون شرایط تونست. به هر حال ما اون میگم اون محدود نه اون شرایط اون خارج از محدوده ها یه جوری بود که واقعا ما خود بچه ها هم این حس رو داره ماها انگار یه زائده هایی هستیم و تعلق به اون کشور نداریم و وقتی که بر میگشتیم از اون شهر، من چیزهایی که دیده بودیم، بر میگشتیم به منطقه خودمون، به محدود، به این خارج از محدودمون، با اون فضای زندگی و مثلا آپارتمان های بلندی رو دیده بودیم، مغازه های بایی رو دیده بودیم، نمیدونم خیلی چیز، وقتی بر میگشتیم اونجا در واقع ما به فکر واداشته می شدیم که آخه این چیه و این اذیتمون می کرد، همین سطح آگاهی هم اذیتمون می کرد، این فاصله زیاد و یهو خیلی شکمون می داد،
فکر میکردیم ای چه شرایطی، یعنی چه جوریه، ماها کی هستیم، یعنی هیچ احساس نمیکردیم که تعلق به اون جامعه داریم. ببینید ما وقتی شهر میرفتیم حسمون این بود که ما یک سربازهایی هستیم که تونستیم به این قلعه راه پیدا بکنیم، و اون وقت سعی میکردیم که تمام این زوایا رو نگاه بکنیم، به خاطر بسپاریم، و بعد بتونیم مثلا توی اون حلبیات ها با رویاهای خودمون یه جوری خودمون رو آرامش بدیم. تو اون دوره کسی از مقامات کشوری یا حالا بقیه مسئولین هیچ دیداری از این خونه ها داشتن که ببینن چه اتفاقی در گوشه های شهر میفته؟ نه اصلا نمی اومدن. یعنی همون کسایی هم که مثلا صاحب اون کارخونه های دور اطراف بودن، برای اومدن خودشون یه راه مخصوص درست کرده بودن که ماشین های خودشون مستقیمی اومد، و یعنی توی خود محله مطلقا رفت آمد نداشتن، فقط کارخونه ها خودشون هر کدوم یه راه های ویژه‌ای برای خودشون داشتن که از اون راه های ویژه می اومدن می رفتن. و ما برای هر چیزی واقعا تو محله دائما در کشمکش بودیم. مثلا یه کارخونه نون ماشینی بهش می گفتن که نون ماشینی تولید می کرد برای نیروهای یعنی نظامی ها و اینا، بعد اونجا هر روز این ماشین های بزرگ می اومدن با سرعت می رفتن که این نونا رو برسونن به اون برحال سربازا یا اون پادگان ها و اینا. مثلا اونجا من یادمه که توی همین این سرعت اومدن رفتن ها و این که اصلا دقت نمی کردن که کلی اونجا بچه ریخته داره زندگی میکنه، یکی از بچه ها رو ماشین زیر گرفته بود و متاسفانه فوت شده بود. مثلا یکی از مبارزاتی که بود این بود که خانواده ها جمعشن برن اونجا و اونجا اعتراض بکنن و بگن که این ماشین ها نباید اینقدر با سرعت از اینجا رد بشن، بچه های ما دارن بازی میکنن اینجا، یا مثلا چیزای اینجوری، یا مثلا همون اعتراضی که برای اون فاضلابی که شیر پاستوریزه رها میکرد تو محله. من یادمه که مادرامون جمع شدن رفت و اعتراض کردن و خیلی سر صدا کرد. یعنی ببینید اینجوری هم راحت نبود، هم از یه طرفی زنا باید با اون کسایی که اون شرایط برای ما ایجاد کرده بودن باید مبارزه می کردن، هم از طرفی هم با مردان خونشون، چون مردا هم یک نگاه های روستایی داشتن که به زنها میگفتن نباید اینجوری را بیفتیم بریم با مردای دیگه صحبت. برای زنم به خاطر نگرشه داشت که مثلا یادم میاد سر همین جریان شیر پاستوریزه، اصلا این یونیسف هست که کمک کرده به این شیر پاستوریزه که شیرهای بهداشتی تولید بکنن برای مردم و اینجور چیزا. بعد توی همین صحبت ها یکی از زنای هم محلیمون که رفته بود اونجا، بیچاره خب زیادم نمیدونست حالا جریان یونیسف چیه و اینا، فکر کرد یه آدم، بعد بهش گفته بود که ما میریم به هم میگیم که شما چقدر خرابکاری میکنید و اینجور چیزها. و بعد فقط یادم که یهو تو محل پیچیده بود که امنیتی اومدن توی محل. خانم آشنایی امروز فکر کنم این اینترنت همش میخواد ما رو اذیت بکنه. ولی فیسبوک و اینا میرم میندازن بیرو شلوغ میشه.
نمیدونم علتش چیه. خواهش میکنم، به هر حال شما مبارزی هستین که کسی زیاد نمیتونه وجودتون رو تحمل بکنه. به هر حال حقیقت ها همیشه تلخ هست، شاید اینترنت هم حساسیت پیدا کرده، مبارزین قوی رو حذف میکنن. ولی خانم آشنا، توی قسمتی از سوالات صحبتاتون فرمودین که خب اتفاقایی که میافتاد، خونه هایی که میومدن میساختن و درسته که تو همون زمان خیلی ها میومدن میساختن، ولی حتی بچه ها میومدن از حلبی ها و اینا استفاده میکردن که توشون شن میریختن، برای خودشون خونه های کوچیک درست میکردن در کنار فامیلاشون و آشناهاشون که بتونن بمونن، و فکر میکردن که آینده روشنی ممکنه با این شرایط براشون رقم بخوره. ولی همون زمان هم وقتی که باز هم غلامرضا نکبه شهردار تهران بود، مسئله خارج از محدوده خیلی بحث برانگیز شد توی کشور که گفتن خونه هایی که به وسیله این افراد ساخته میشه خارج از محدوده هستن و شهرداری شروع کرد به تخریب این خونه ها، حتی بولدزر انداخت و آماری هم حتی توی تاریخ وجود داره که خیلی ها توی این خرابی ها کشته شدن. شما فکر میکنید چه سازمان هایی بودن که تو اون دوره حمایت میکردن، کسایی مثل شهردار رو حمایت میکردن، دلیل این تخریب چی بود هستن؟ چرا باید مردمی را که داشتن اون گوشه بدون اینکه آزار به کسی برسونن داشتن زندگی میکردن، حتی خیلی هاشون توقع زندگی به اندازه یه زندگی روستایی را از مقامات کشوری نداشتن، داشتن زندگی خودشون میکردن، چرا باید این اتفاق بیفته و اینکه کیا بودن که اینا رو حمایت میکردن که بیان خیلی راحت مردم رو بکشن؟ ببینید، خب جامعه سرمایه‌داری بود دیگه، به خصوص اون دوره اینا خیلی به تاز می رفتن به سمت این که به هر حال شاه می گفت که به سمت دروازه های باز و فلان اینجور چیزها. ولی خب ببینید، اونجا یه جوری بودش که واقعا مردم تو روستاها بعد از این اصلاحات ارضی که گرسنه مونده بودن، یعنی دیگه واقعا سخت بود که می اومدن ناچارا می اومدن تو اینجاها. بنام خب اونا میگفتن فضا خیلی چیز شده، ایران خیلی مترقیه، داره میره تازه به سمت مثلا فلان. خب این براشون خیلی چیز بود که اینجا چجوری، یعنی نمیدادن خب به مردم، واقعا حقوقی چیزی نمیدادن به مردم. ببینید، ما اونجا آب نداشتیم، ما یه از این بشکه‌های داشتیم که میرفتیم از همون چاه‌های اون آب میکشیدیم میآوردیم و اینا رو بشکه‌ها رو پر میکردیم که آب برای مصرف داشته باشیم. برق نداشتیم، برای همون تیر برق هایی که نزدیک های این کارخونه بود پول گذاشته بودن، سیم گرفته بودن و خود سیم کشیده بودن و هر خونه یکی دوتا لامپ برای خودش یه جوری درست کرده بود و اینا. بعد ما این سیما رو هر خونه یه چوب بلندی داشت، بعد سرش همینطور یه حالت چنگک درست میکردن که ما اینا رو مثلا شبا مینداختیم روی اون سیم اصلی، سیم اون تیربرق ها، و ما به این ترتیب مثلا خونمون میتونستیم روشن بکنیم. تازه اینم هوجی آوردن، اسمشو گذاشتن مثلا برق دزدی، برق دزدی. بعد میومدن اگه میگرفتن خب جریمه میکردن، حتی آدم ها رو میبردن بازداشت میکردن صاحب مثلا اون آلونک جوری. برای همین همیشه مثلا سازماندهی اون محله اینجوری بود که یه تعدادی از بچه ها که بازی میکردن همیشه حواسشون بود که وقتی این ماشین اداره برق میومد حراسان و پا برهنه و بدو بدو میمدن، یه طوری که انقدر ترسیده بودن لکنت زبون میگرفتن، میگفتن برق اومد جمع کنید، میدویدن بچه هم تو خبر میکردن، بلد بودن که اون چوبه رو وردارن و اون سیمشون رو از بالای اون سیم اصلی جدا کنن و زود جمع کنن که اینا نتونن بیان بگیرن. یعنی ما برای همه چی اونجا روزانه میجنگیدیم، برای همه چی می جنگیدیم. و مثلا پدر مادرها خب دوتایشون هم اغلب کار میکردن، خب کارهای فصلی میکردن، کارهای ساختمونی میکردن، اونقدر حقوق نبود که اینا بتونن یه کاری بکنن. و خیلی من یادمه که اون موقع مثلا کسی میخواستش که یه خورده زمین بخره، اون زمین اگه طلای چیزی داشت بفروشن، این چیزا های مسی اینا زیاد بود تو روستا، هر کی آیسا رو میفروختن.
فهم کردن یه خورده پول میشه با اینا میکردن. اگه یه تیک زمینی توی شهرستان داشتن، اونستن یه تیک زمین اونجا رو بخرن و اون آلانکا رو توش درست کنن. و خیلی هم اون موقع اون مثلا اون جای کشت و زر بود، زمین باغ بود، بعد خیلی اونجا اومده بودن کلاهبرداری کرده بودن، یعنی بیچاره هرچی دار و ندارشون رو فروخته بودن، یه پولی داده بود، بعد اونا اونجا اومدن دور یه چیز رو خط کشی کرده بودن و رنگ ریخته مال شماست همین، و رفته بودن. و وقتی که اون قانون صد اومد که اجازه نمیدادن اینا رو نکا اینجوری باشه، خب اونا بیچاره اصلا دست هیچ جا بند نبود، یعنی اصلا هیچ سندی نداشتن که پول دادن و این زن خریدن، این کلاهبرداری بود در واقع، مدت بود برای همچین چیزی. هر حال این کشمکش دائم، یعنی سر همین که می اومدم ببینید خونه ها رو که این آلونکا رو که خیلی وحشتناک بود، یک زنجیر آورده بودن، خب خونه ها چی بود؟ سقفش از این هنی بود و یه تیرک وسط اون چیز، بعد اینا می اومدن اون زنجیر رو می بستن، بعد وصلش می کردن به ماشین شهرداری، بعد ماشین را می افتاد، بعد این خونه یه باره می اومد پایین، از هر نظر از سخت می اومد پایین یعنی. و من یادم که من اون موقع کار می کردم، گفت یه پنجشنبه بود، ما چون این کارخونه آلمانی بود ما روزی یک ساعت اضافه کار بتونیم پنجشنبه ها هم تعطیل باشیم با جمعه. من یادم چون اونا جمعه نمی اومدن برای خراب کرده دیگه، می اومد جمعه تعطیلشون بود. اون پنجشنبه رو من شاهد بودم که چجوری اومدن و چجوری ریختن. ما هنوز اون موقع تونسته بودیم زمین رو بخریم و یه خورده خونه بهتری رو مثلا درست کنیم یا آرومتری. همسایه کناریمون نداشت، 7-8 تا بچه داشت، از شمال مهاجرت کرد. من یادمه که وقتی اینا میخواستن اینا بریزن، خب بچه ها ترسیده بودن، میلرزیدن کردن، خب همسایه آمدن بچه ها رو دلداری بدن، خب من هم یه خورده چیز باشم که چرا اینجوری هست. به یکی گفتم آقا چرا اینجوری میکنین، این بچه ها ببینین دارن میلرزن، خانواده مادر پدرشون هم نیست، سر کار اندی کنین اینا. اون خیلی با عصبانیت برگشت انگار که میخواد منو بزنه، گفتش که اینا پولستگا، اینا مثل سگ همینطوری میزن و میزن و خلاصه از هر گوشه یکی میاد بیرون، ما چه کار کنیم. اون موقع من برای بار یه شوکی به این واقعا وارد شد، یا حس کردم که دیگه کیان این پدر مادر ما بیچاره، اینقدر زحمت کشن کار میکنن، چرا اینا رو اینطوری میگن سگا، چرا اینقدر توهین‌آمیز. هم ترسیده بودم از اکل خشونت برخوردی، هم میکردم دیگه ادامه بدم، یعنی واقعا یه شوک شده بودم. بعد خونه رو خراب کردن و رفتن، و بعد از همیشه ما همه همسایه‌ها مثل که جمع می‌شدیم کمک می‌کردیم، من میگم خونه نبودم من کار می‌کردم، کمک می‌کردن تا اون خونه وایاد و اینا، به هر حال برای بچه‌ها دوباره یه سرپناهی درست می‌کردن از آفتاب یا از سرما یا هر چیزی. بنابراین ببین یه جنگ دائمی بودیم، همه هوشیار بودن، همه یه جوری چیز بود. مثلا اون جریان برق ها، خب خیلی ها گرفتن میبردن و بعد میزدنشون، حتی به پاسگاه هم نمیرسید چون اونجا درمانگاه نبود. خانم آشنا، این اتفاقایی که توی حالا اون موقع میافتاد، همین که برای همسایه شما اتفاق افتاد، یا حتی میدیدید که میومدن خب با بولدوزر آدم ها را زیر میکردن، یا همین ماشینایی که میومدن حالا همین که شما فرمودید نون بخرن بچه ها را زیر میکردن، آیا بعد از انقلاب که به قول خودشون دولت عدل اومد سر کار، این کسایی را که در تخریب این آلونکا نقش داشتن محاکمه شدن، یا این که اصلا از اینا خواستن که بیان حقشون رو بگیرن، یا این که اصلا ازشون کسی چیزی پرسید بعد از انقلاب، یا شما اطلاعی دارید از اینا که واقعا بعد از انقلاب شرایطشون چی شد؟ نه ببینید که اون زمان قانون صد این بود، قانون صد شهرداری این بود که این آلونکا غیر استاندارده، باید استاندارد بشه، باید جواز
کار بدن که اینا خوب کار کردن و فلان. خب اینجور چیزا بود. بعد مثلا ما میخواستیم بریم که جواز بگیریم، که اجازه بگیریم مثلا آجر بریزیم و بیشتر کار کنیم و اینجور چیزا. یهو اینا میگفتن که پولی که از ما میخواستن سه برابر بود که ما برای زمین داده بودیم. تازه اون زمین هم قرضی بود. این اصلا امکانش نبود که ما بتونیم. مثلا خیلی هم که سرشون کلا رفته بود، یعنی واقعا کلا برداری کرد. اصلا یه شرایط وحشتناکی بود توی اون منطقه. بنابراین مردم هیچ راهی نشدن جز این که به هر حال بچه مونده زیر این آوارا کشته شد تو اون شرایط، و چقدر بچه های جوون رو زدن چون که سنگ پرت کرده بودن به اینا دیگه. اون اواخر واقعا طاقت نمی آوردن و مردم مجبور بودن هم دیگه فکر بکنن که چیکار باید بکنن. بچه ها می ترسیدن، بچه ترس هولناکی شده بودن و خیلی از بچه ها دچار شب ادراری بودن از این ترس که وقتی شهرداری می اومد و واقعا با باتون می زدن، حرفای رکیت می گفتن و می گفتن بنده تو ماشین ببریمشون اینجاها بریزیم تو چاله. خب بچه میترسه، یعنی خیلی شرایط بدی بود و اینا. نه این وضعیت بود و نمیتونستی، یعنی میگفتم بیاین خب جواز گیرین. خب وقتی جواز میخوای بگیری یه پولی زیادی باید میدادی، تو نداشتی اصلا اون پولی، یعنی سه بر اون زمینی که به اندازه آلونک توش درده بودی تو باید برای جواز پول میدادی. خب خانم آشنایی، بعد باز نمیتونستی اگه پول خانم آشنایی یعنی آجر بریزی که نمیتونستی سیمان بریزی خونه بسازی. خانم آشنایی یعنی حتی وقتی دولت عدل اسلامی هم اومد کسی از اینایی که بچه هاشون زیر آوار از دست داده بودن ازشون دلجویی نشد، اینکه چون غیر قانونی بود و جونشون هیچ ارزشی حتی بعد از اینکه دولت عدل اسلامی هم اومد هیچ ارزشی برای کسی نداشت در موقع. ببین دولت عدل اسلامی هم دقیقا با گول زدن این نامد، یعنی ببینید یه شرایطی بود که واقعا مردم افتادن به جنگ تن به تن با شهرداری و کار از محدوده محله ها گذشت و به سیاست رسید، به سیاست های شاه رسید و دزدی ها و اینا مطرح شد و جنوب شهر. من یادم که واقعا اون موقعی که دیگه خیلی شرایط حاد شده مردم تصمیم گرفته بودن از اون آلونکاشون، واقعا دیگه شهرداری میترسید بیاد چون تمام بچه‌های جوان تمام مردم سنگ به دست بودن و میخواستن از آلونکاشون دفاع بکنن. بچه‌هاشون داشت میمرد توی این خرابی آلونکایی که سرشون میکردن. من اتفاقا اون حسهای اولیه، یعنی اون پستگی‌های مردمی توی مناطق جنوب شهر تو حاشیه ها که بعدن اینا توی مسجد ها اینا رو جا دادن و گول زدن و فلان و اینا، همون مبارزه شروع شد که دیگه واقعا جوانات یه دسته های قشنگ یادمه که تو محلمون این مبارزه این خرابی این آلونک ها جوانات رو خیلی با هم متحد کرد، یعنی نه تنها با سنگ میخواستم کمون هم مثلا شیشه های ماشین ها شکسته بشه از دور بزنن بشکنن. و یادمه که تو خونه حتی به خواهرها هم اینا یاد میدادن که استفاده از تیرکمون. و اینقدر روحیه یه مبارزاتی تو مردم بالا رفته بود و انسانی نگاه کردن، همبستگی، یک شرایطی که مثلا اگه شب میشستیم تو کوچه صحبت بکنیم با اینکه خب خیلی هم. ولی هر کس به نابه بوسه خورد که اونجا بقیه بخورن، یکی چای درست میکرد، یکی خورما میابرد، یکی یکم، یعنی یه شرایط دیگه بود و این محله ها ایجاد کرده بود. همه حتی به خاطر ناگاهی اون بچه‌سان هایی که دچار معلولیت هایی بودن قبل هانه خشونت آمیز شد، خوب برخورد نمیشد، اصلا روحیه تغییر کرده بود. انگار که مردم دوباره انقدر آگاه شده بودن که این به عنوان یک هم نوع داشتن اینا دلجویی میکردن، یه جوری خیلی مهربونی و کمک به هم اونجا بالا اومده بود و مردم خیلی راحت سر
این چیزا صحبت میکردن که این شاه چرا اینجوری میخوره، چرا بعد میدزده میبره فلان. مثلا یادم که مثلا اون موقع شهیاد رو درست کرده، میدون شهیاد رو درست کرده بودن و مردم میگفتن خب من میخوام چیکار کنم اونا، من شکم گرسنم و به مالم به میدون شهیاد سیر میشم. یعنی اینقدر چیز شده بود، از اونجا واقعا شروع شد. یعنی به هر حال بعدش هم اینا اومدن برای سرکوب درست همونجا، یعنی لحظه داره میکنه از شد و اونجا بود که خب به هر حال رژیم مجبور عقب نشینی کنه، ولی عقب نشینی که دیگه مردم فراتر از اون رفته بودن، چیزای بیشتری میخواستن. ببین ما برای هر ذره ذره چیزای مثلا یه دونه مطبی که یه دکتر هفته یه بار بیاد اونجا، اون زخم زرد و اون بیماری ها و اون چیزایی که بچه ها داشتن رو نگاه کنه، که حالت کاسه میذاشت اونجا همینطور قرص میداد، یعنی واقعا فرصتی هم نبود کنه اینا. برای همونا زنا جنگیده بودن. ما وقتی میرفتیم مدرسه، یه مدرسه درست کردن که دوتا اتاق داشت، ما سرزه بهشون گفته بود محل ما میرید و بچه های ما رو له میکنید، خب دقیق یا به اون یکی نون ماشینی. ما قبل از اینکه حتی اون های ضعیف و ما برای زنده موندن اونجا خیلی جنگیدیم تو اون محلات. برای ما میگم که ما برای زنده موندن تو اون محلات همیشه جنگیدیم. خانم آشنا همین محله ما در کنارشون آموزه، همین محله ها باعث شد که فرخنده آشناهایی از اون جامعه بیرون بیان، فرخنده آشناهایی که تا جوانشون کودکشون با کار و حاشیه نشینی گذاشته، جوانشون به خاطر حق طلبی و خواستن حقشون در زندانهای جمهوری اسلامی گذاشته. خانم آشنا جزو کسایی هستش که دهه 60 در زندان بوده و به مدت طولانی در شکنجه ها و تحت بازجویی های عواملین جمهوری اسلامی قرار گرفته. بدون اینکه خانم آشنا ظاهرا اینترنت با ما همراهی نمی کنه، خیلی هم زمان نداریم. من داشتم عرض می کردم که همین محله ها باعث شده که فرخنده آشناهایی از اونجا بیرون بیاد که کودکیشون رو در آرونکا گذروندن و کودکیشون رو در کنار بزرگترها یا به قولی یک شب بزرگ شدن و شدن کارگر کار و زندگی، و همینا باعث شده که یک روحیه مبارزه، روحیه حق طلبی در شما ذره ذره رشد بکنه و بشید کسی که هم با رژیم گذشته مخالفت داشته باشید و حقتون رو بخواید، نه اینکه با کسی مخالف باشید، حقتون رو بخواید، و همین که با رژیم جمهوری اسلامی که باز هم شما رو نادیده بگیره و در زندان جمهوری اسلامی بهترین روزهای زندگی رو که جوانی شما باشه بگذره. و ما یه برنامه دیگه میخواییم داشته باشیم در مورد جوانی شما و روزهایی را که در زندان جمهوری اسلامی گذروندین، و امیدوارم که اینترنت یک روز دیگه ما را یاری بکنه و بتونیم در مورد این گوشه از زندگی شما هم یک چیزهایی از تاریخ و از اون اتفاقهایی که افتاده براتون بشنویم. و واقعا امروز لذت بردیم و با شما همگام و همدرد بودیم در تمام لحظاتی که شما گفتید و ما شنیدیم. شاید فقط ما اینا را توی تصویر دیده بودیم، شاید اینا را فقط شنیده بودیم، ولی وقتی شما میگید اون تصویر رو لمس میکنیم، ما در کنار شما با اون حس شما با صدای شما همراه میشیم و ما را میبرید به اون فضا با اون آلنک ها با اون زاغ نشینی هایی را که کودکیتون رو گذروندین، زندگیتون رو گذروندین. و خوشحالم که امروز در کنار شما بودم و خوشحالتر این که یک روز دیگه هم در کنار ما باشید که بتونیم بیشتر از شما و از تجربیاتتون، از مبارزاتتون بشنویم. خواهش میکنم، شما زنده باشین. من خیلی متاسفم که این اینترنت به هر حالی نداد ما رو، ولی به هر حال امیدوارم که بشه واقعا صحبت کرد. ما نیازمند این هستیم که واقعا سر مسائلمون صحبت بکنیم. این آگاهی خیلی مهمه. من واقعا من بچه های کار رو تو محلمون میدم
دیدم. من می دیدم که پسرای کوچیکی برای فروختن همون آدامس و اینا به راه‌های دور می‌رفتن و من یادمه که ما شکلات شرکتایی که حالا بزرگن اون موقع اینا رو می‌آوردن توی اون سالونک‌ها به ما می‌دادن، ما این شکلات‌ها رو بپیچیم آدامس‌ها رو، خیلی کوچیک و کمی، هیچ نظارت بهداشتی و هیچ هم رو هیچی نبود. واقعا باید اون روزها رو گفت، اون روزها رو گفت. ببینید همیشه اینجوری اتر اون دیکتاتوری، حتی ما هم نمی گرفتیم سال 32 جریان مصدق اینا چه اتفاقاتی افتاد. هم همیشه سعی کرد اونا بگن تاریخ رو اونطور که اونا میخوان بگن، و خوشبختانه الان اینجه به خاطر اینترنت و اینا این تاریخ از زبان کسایی زیستن هم گفته بشه، این تاریخ رو بشنویم. و من متوجه میشم که وقتی مردم میان میخوان زندگیشون رو مقایسه کنن، گردن گذشته رو نگاه میکنن، با این هیچ وقت به جلو نمیکنن که ما میتونیم خیلی بهتر از اینا باش. به خاطر همین وقت اینجوری نگاه میکنن، اون شرایط اقتصادی و سیاسی اون دوره رو اینا رو تجزیه تحلیل نشه، اون وقت ما فکر میکنیم که الان خیلی بده، اون خوب بود اون بیاد. میدونید چون آلترناتیو دیگه جلو روشون نمیبینه و گفته نشده. اصلا یکی از ضربه های دولت های دیکتاتوری اینه، گسست نسل ها به وجود میاد، تاریخ واقعا گفته نمیشه و ما بعد دوچار این مشکل میشیم و این تجربه های تلخ برای ما هی تکرار میشه و این دردناکه. من خیلی متشکرم از شما که واقعا رو نقطه مهمی دست گذاشتی، مردم عادی مثل من بیان و اون روزها رو بکنن و بچه های جوان ببینن که ما چرا ما دیوانه نشده بودیم که انقلاب کردیم، منتها چون از دیگه مدیم آگاه نبودیم، تشکل نداشتیم، گولمون زدم واقعا. خب به من آلونک نشین وقتی یه روحانی داره میگه که شما به تو خونه میدیم خونه نخرید، وقتی میگه که اتوبوس مجانی میشه، اینا خب طبیعیه که من گول بخورم، این یه امر طبیعیه. ولی خب امیدوارم الان با استفاده از این تکنولوژی و انسانهای شریفی مثل شما که میخوان به حقیقتها رو بروی ما بذارن، من تشکر میکنم و امیدوارم منم بتونم با تعریف اون شرایطی رو که خودم گذروندم زندگی من بوده رو بتونم کمک. خیلی ممنون خانم آشنا. شما چیزی گفتم که چیزی را که ما در متنها میشنویم، ما چیزی که میخونیم، شما با جان و تنتون لمسش کردین این اتفاقها را. طبیعیه که ما با شنیدنش با تاریخ واقعی این دوران آشنا میشیم و وجودتون برای ما با ارزش هستش و مشتاق شنیدن بقیه اتفاقهایی هستیم که در زندگی شما افتاده و واقعا از اینکه در کنار ما هستید خوشحالیم و واقعا بر خودمون میبالیم، به وجود شماها واقعا بر خودمون میبالیم که ما را قابل میدونید و در کنار ما هستید و در این آگاهی دهی، در این آشنایی با تاریخ ما را یاری میکنید. خیلی ممنون بینندگان گرامی، با یکی دیگر برنامه ها با در کنار شما بودیم و خانم آشنا ظاهرا اینترنتشون امروز خیلی ما را اذیت کردن. خانم آشنا اگه حرفی سخنی در نهایت دارید بفرمایید که با دوستان هم خداحافظی کنید. من تشکر میکنم از شما، همینطور از دوستان. من تشکر میکنم از شما، همینطور از دوستانی که حضور داشتن. من همیشه آرزو کردم که ما بتونیم توان گفتن اون روزهای. دوستان گرامی ممنون که ما را همراهی کردین. با کمال تأسف خانم آشنا نتونستن تا آخرین لحظه در کنار ما باشن و با شما خداحافظی بکنن. من از طرف ایشون و از طرف خودم و از طرف تمام مجموعه آوای بوف از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که در پناه آگاهی و دانش خوب و شاد و سلامت باشید.